أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برادران محترم خواهران عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان بحث امروز ما تكذيب پیامبر اسلام صلى الله عليه وسلم حس این موضوع بسیار زیاد موضوع مهم هسته مسئله تکذیب پیامبر رد پیامبر انتقاد و سر برنامه های پیامبر و ما به عنوان مؤمنین به عنوان کسایی که ایمان آوردیم و به عنوان کسایی که بر سالت پیامبر حقیده و باور داریم نسبت به این موضوع بسیار باید حساس باشیم چرا یک مؤمن باید پیامبر از نفس خود کرده حتی دوست داشته باشه و لذت ایمان یک مؤمن نمی چشه مگر که پیامبر در قدم اول الله جل جلاله را و در قدم دوم پیامبر از هر کسی دیگه کرده و از هر چیز دیگه کرده دوست داشته باشه اونمو زمان هست که لذت ایمان می چشه رد پیامبران بر حق خداوند متعال کفر هست اگر یک نفر پیامبر بر حق خدا را رد میکنه هر پیامبری که هسته پیش از حضرت محمد صلی الله علیه و سلام پیامبرهای بسیار آمده بود و 25 پیامبر در قرآن عظیمشان اسمشان آمده هر پیامبر که رد میکنه ای کفر هسته کفر مطلق هست دشمنی با پیامبرا در حقیقت دشمنی با خود خداوند متعال هسته کسی که با پیامبر دشمنی میکنه در حقیقت با خداوند متعال دشمنی کرده رد یک پیامبر به مسابه رد تمام پیامبرا هستن اگر یک مؤمن یک مسلمان یک از پیامبرا را که با نام در قرآن عظیمشان یاد شده و برحق بودن هزی ثابت شده و خداوند متعال اینا را پیامبرای برحق حق خوانده اگر ایر رد بکنه یک پیامبر در حقیقت ای انسان تمام پیامبرا را رد کرده یا ای که قبول یک پیامبر یا دو پیامبر و یا سه پیامبر سبب نجات انسان نمیشه یک مؤمن باید تمام پیامبرا را قبول بکنه زمانی که تمام پیامبرا را قبول میکنه ای در حقیقت ایمانش کامل هست یکی از بخش‌های ایمان که شش بخش داره ایمان یکی از بخش‌های ایمان قبول تمام پیامبرا هست بخشی از پیام های را رد کردن و بخشی از پیام های پیامبر را قبول کردن باز هم ای گمراهی هست و زلالت هست می فاهم در تاریخ اسلامی که با پیامبر صلی اسلام بسیار دشمنی کردن و دشمن های پیامبر صلی اسلام با نام های مختلف با چیره های مختلف و در زمان های مختلف وجود داشته و وجود می داشته باشه امروز هم دشمن های پیامبر در جامعه هستند در می جامعه زندگی میکنند در این جامعه ای که ما هستیم در این شرایط و در این زمانی که ما هستیم مثل گذشته ها که وجود داشتن امروز هم وجود دارن اما چون پیامبر صلی الله علیه و سلام نیست که در گردن مبارکش شکنبه شطور را بندازن پیامبر صلی الله علیه و سلام نیست که با سنگ بزنن پیامبر نیست که دروغگوی خطابش کنن پیامبر نیست که شاعر خطابش کنند پیامبر نیست که از گریبانش بگرن. پیامبر نیست که امروز برش زهر بتن پیامبر نیست امروز که نسبت به و پیامبر توتیه بکنن امروز اینا با چیره های مختلف و با تکتیک های مختلف همی کارا را میکنن و اینا را دوازده کتگوری تقسیم کردیم که در کل همه اینا مخالف حقیقت هستند مخالف ارزش های انسانی هستند و اینا را الله بررسی میکنیم فقط به خاطر آگاهی دادن بر جوانا به خاطر بیدار ساختن جوانا نسبت به ای کسایی که بالباس بالباس های مختلف با چیره های مختلف میخوان از خان مردم خراب بسازن هر کسی که پیامبر را رد میکنه و احادیث پیامبر صلی بدون علم بدون تحقیق بدون تجسس نقد میکنه و یکی که سر احادیث پیامبر سلام جوک میگه و یکی که احادیث مسخره میکنه در کل هر کسی که به شکلی از اشکال مخالفت میکنه با می ارزش های حسیل که سنت پیامبر صلی الله علیه و سلام باشه اینا به با دوازده گروپ یا دوازده کاتگوری تقسیم میشن اول گروپ اول بی خبران کامل هستند که اینا کاملا بی خبر هستند از چی بی خبر هستند از قرآن هیچ علم قرآن اینا ورش نرسیده یعنی خبری مطلق نسبت به قرآن دارن قرآن حتی یک صفیش اینا با مانا و با مفهوم نخوندین از زندگی پایمس اسلام هیچ گونه آگاهی ندارن سیرت پایمس اسلام هیچ نخوندین و از اصحاب کرام هیچ آگاهی ندارن که اصحاب کرام کیا بودن تب تابین کی بود علمای دین علمای جهده که در طول تاریخ اسلامی وجود داشتن و خدمات بسیار شایانی را اینا انجام دادن از اینا هم خبر ندارن و در کل از تاریخ جهان که بدون شک ما میفهم که جهان تاریخ هم داره غیر از که تاریخ اسلامی و تاریخ غیر اسلامی هم وجود داره حتی از تاریخ جهان در کل اینا آگاهی ندارن یا در در بیخبری مطلق هستند. این گروه یا پیامبره برنامه هایش نقد میکنن یا رد میکنن یا احادیث مورد تمسخر قرار میتن گروپ دوم دی گروپ نیمچه ملاهای مدرن هستن اینا کسایی هستند که آگاهی بسیار کم دارن آگاهی اندک دارن نسبت به با حدیث صلی اللہ علیہ وسلم و بنابراین امی آگاهی اندکشان که چار کتاب پنج کتاب که خاندین اینا خود عقل کل تصور میکنن بالای انسانهای بسیار جهد بالای انسانهایی که اینا عمر خوده در خدمت دین عمر خوده وقف کردن برای دین و از, از, از همه چیز در برای دین تیر شدند. اینا مشکلات اقتصادی را متحمل شدن مشکلات سیاسی را متحمل شدن فقط خواستن دینه بر مردم برسانن اینا امی نیم های مدر اینا را برنامه هایشان کار رایشان حاصل از اینا را مورد سوال قرار میتن و حتی سر امی چار امام بزرگوار اینا تاخت تاس میکنن که اینا کسایی هستند که جفا میکنن در حقیقت بر دین اینا نه تنها بر دین پیامبر صلی الله علیه و سلام کمک نمی بلکه اینا در در کنار دشمنا حساد هستند بدون از ای که با مسلمانا قول بتن و مسلمانا را کمک بکنن و بر مسلمانایی که در در راه دین کار کردین و خدمات شایان انجام دادین اینا با دست های خود که باید در, در خدمت مسلمانا باشن در روی مسلمان در روی برادر خود اینا قفاق میزنن که یک جفای بسیار بزرگ هسته